درودی به شکوه همنشینی های شامگاهان میهن ایران زمین بر شما هممیهنان ارجمندم در جای جای جهان، به ویژه هممیهنان عزیز در مام میهن. پس از تماشای مشروع اخبار، همینک تا 15 دقیقه پیش روی میزبان برنامه دیگری از صفحه یک خواهید بود که نگاهی خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره روزنامه های امروز ایران در ایران فردا، همگام با شما گذری بر پیشخوان نشریات شهر و نظری بر سرتیتر روزنامه ها. با ما باشید، به خانه باز خواهیم گشت. قطعی شدن مذاکرات ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا تیتر مشترک بیشتر روزنامه‌های امروز ایران بود. ابتکار با درج تصویری از دو وزیر خارجه آمریکا و ایران خبر داد ظریف و کری پنجشنبه دیدار می‌کنند. اعتماد: ظریف و اشتون پای میز مذاکره. همین روزنامه خبر داد آزادی زندانیان ادامه می‌یابد. قانون بسان سایر روزنامه‌ها از اولین توافق در مذاکره هسته‌ای خبر داد. آرمان اما با تیتری متفاوت و فتوشاپ تصویری از ظریف و جان کری که در حال دست دادن به هم هستند، با رو تیتر تلسم 35 ساله می شکند اینگونه بسته شد. مذاکرات هسته‌ای با ویترین ژنرال ها. آفتاب در تیتری میانی نوشت اتفاقات مهمی در نیویورک می افتد. همین روزنامه به نقل از دیلی تلگراف تیتر زد احتمال رفع تحریم میدان گازی مشترک ایران و انگلیس. تهران امروز با روتیتر توضیحات دادستان درباره 80 محکوم امنیتی نوشت محکومان با درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر عفو شدند. و اما روزنامه اسرار 3 میان تیتر خبری در صفحه 1 منتشر کرد. علی اکبر صالحی: سطح غنی‌سازی قابل مذاکره است. بانک مرکزی اعلام کرد کاهش تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه. و پرونده دانشگاه ایرانیان روی میز دادستان. کیهان تیتر 2 صفحه 1 خود را با واژه کلید آراست. کلید نیروگاه بوشهر به متخصصان ایرانی سپرده شد. فرهیختگان به نقل از محسنی اژه‌ای تیتر زد دانشگاه احمدی نژاد زیر ذره‌بین دادستان. و روزنامه اطلاعات سخنی از حسن روحانی را قبل از پرواز به نیویورک تیتر خود برگزید. چهره صلح دوست و با فرهنگ ملت ایران را به جهانیان معرفی می کنیم. قطعی شدن مذاکرات وزرای خارجه آمریکا و ایران در کنار سایر گمانه‌زنی‌های روزنامه‌ها از احتمال دیدار دو رئیس جمهور آمریکا و ایران پس از 3 دهه از رخداد سال 57، عفو 80 تن از محکومان و محبوسین واقعه سال 88 موسوم به جنبش سبز، رکود شدید در معاملات املاک و بازار مسکن در ایران، توافق ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در کنار تحویل نیروگاه بوشهر پس از سالها، تکذیب دیدار شمخانی با میرحسین موسوی یکی از رهبران محصور جنبش سبز از سوی محسنی اژه‌ای و انتشار نامه بیش از 500 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران به باراک اوباما با عنوان آقای اوباما اکنون نوبت شماست و با مضمون دعوت به انعطاف سیاسی بیشتر با رفع تحریم ها، اهم مطالبی بود که بیشتر روزنامه های امروز ایران به طور مشترک و گسترده به انتشار آن پرداخته بودند. پرواز از تهران به نیویورک طولانی است، اما اگر امید موتور جت بود، حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران اکنون اینجا بود. برای آنان که برای آینده ایران سرمایه گذاری کرده اند، این لحظه ای فرخنده و در عین حال مخاطره آمیز است. مطالب مذکور جملات آغازین نوشتاری است که در نشریه نیویورکر با عنوان پرسشی اثباتی چرا اوباما باید به رئیس جمهور ایران
دیدار کند منتشر شده بود. در واقع عنوان یادداشت بین الملل امشب ماست. نویسنده یادداشت در مشی منصفانه علت و چرایی امیدواری ایرانیان به حسن روحانی را اینگونه تشریح می کند. رئیس جمهور روحانی ممکن است تجسم محبوب ترین گزینه امید بخش لیبرال های مخالف دولت ایران نباشد، ولی برای بسیاری از هموطنان ایرانی او نماینده شأن و منزلت از دست رفته و نماد احیای اقتصاد لهیده و مرهم اجتماع تک پاره ملت مغرور و پر افتخار ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی با ارائه یک شخصیت کارتونی در صحنه‌های جهانی موجب سرفکندگی مردم ایران شده بود. نویسنده نیویورکر در ادامه با اشاره به مصادیقی از گشایش‌های نسبی در فضای ایران امروز از آن به عنوان شادی خاموش در ایران یاد کرد و در ادامه برای اثبات تعبیر خود از آزادی زندانیان سیاسی، انعطاف کلامی از سوی رهبری با تعبیر نرمش قهرمانانه و در پایان رفع یک شبه فیلترینگ اشاره می کند. در خصوص فیسبوک نویسنده می گوید شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر و بسیاری دیگر سایت ها که به طور معمول مسدودند برای چند ساعت از پس فیلترهای دولتی سر برآوردند. ماجرایی که هر چند دلیل آن بروز ایراد فنی اعلام شد، ولی بسیاری از آن به عنوان تمدد اعصاب اینترنت ایران از سانسور یاد می کنند. ستون نویس نشریه نیویورکر در پایان با بکارگیری واژه مصافحه در راستای دست دادنهای احتمالی اوباما و روحانی اینگونه نتیجه می گیرد و مقاله خود را می بندد. امیدهایی که روحانی را به سواحل آمریکا می‌رساند بزرگ ولی شکننده است. روزنامه‌های آفتاب یزد، رسالت و دیگر روزنامه‌های پرشمارگان کشور امروز متن گفتگویی از بشار اسد رئیس جمهور سوریه را نیز منتشر کرده بودند که گویا با تلویزیون ملی کشور چین صورت گرفته بود. نگران فشارهای شورای امنیت نیستم عنوان مشترکی بود که بیشتر روزنامه‌ها از صحبت‌های بشار اسد برگزیدند. دو نکته کلیدی صحبت اسد این بود که با وجود حمایت‌های روسیه و چین، نگران تصویب قطعنامه‌های تحریمی و فشارآمیز بیشتر از سوی سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه نیست و تنها نگرانی بشار اسد از احتمال بروز موانع در روند بازدید و امهای زرادخانه های شیمیایی این کشور در واقع وجود تروریست هایی است که از سایر کشورها به سوریه وارد شدند و بازدید در مناطق ناامن مشکل خواهد بود. مروری بر چکیده چند سرمقاله. روزنامه قانون در صفحه یک خود یادداشتی منتشر کرد که به قلم یک نظامی ارشد سردار افشار با عنوان ما پیرو ولایتیم چه جنگ باشد چه صلح انتشار یافته بود. نویسنده با اشاره به تغییر و تحولات نرم و سخت و عیان و بعضا نهان و آشکار در عرصه سیاست خارجی ایران که با بکارگیری واژه نرمش قهرمانانه موج جدیدی از تحلیل‌ها و تفسیرها رو از سوی فعالان سیاسی ایران برانگیخت، به کسانی که از صلح امام حسن دم می‌زنند و انعطاف دیپلماتیک را صلح امام حسنی می‌شمرند تاخت و در جمله اینگونه انتقاد خود رو می‌نویسد: نباید خود را جلوتر از رهبری و ولایت بدانیم. پیروی از ولایت برای ما مهم است، چه صلح امام حسن باشد یا چه عاشورای امام حسین. ما خود را سرباز ولایت می‌دانیم و سرباز هیچگاه از فرمانده خود پیشی نمی‌گیرد. چرا عده‌ای برای ولایت تعیین تکلیف می‌کنند؟ با
برخی با بیان این گونه سخنان قصد مطرح کردن خود را دارند. اگر کسی هم مستحق باشد در این زمینه سخنی بگوید، آن فرد سردار قاسم سلیمانی است که سالهاست در خط مقدم مقاومت علیه غرب ایستاده است، نه کس دیگر. و روزنامه کیهان که عمدتاً دیدگاه‌های رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌کند، به قلم محمد ایمانی یادداشت خود را در هشدار به روحانی در مصافحه و دست دادن احتمالی به اوباما اختصاص داد. کیهان کماکان با نوشتارهای تند، آتشین و انتقادی از منتقدین هر گونه ارتباط شفاف دیپلماتیک بین ایران و غرب است. مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه. مصافحه احتمالی روحانی و اوباما به زبانهای مختلف خبر ستونهای روزنامه‌های مختلف بود. کیهان در ستون ویژه خود با لحنی طعن‌آمیز و ناقدانه با عنوان مصافحه کافی نیست، باید به شیطان بزرگ باج بدهید، بخشهایی از یادداشت‌ها و خبرهای منتشره در روزنامه‌های آمریکایی در این خصوص را برجسته کرد. از جمله به نقل از لس آنجلس تایمز می نویسد: روزنامه لس آنجلس تایمز از قول ری تاکیه عضو شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: آمریکا قابل اعتماد بودن روحانی را بر اساس اقداماتش می سنجد و نه بر اساس سخنان وی. کیهان در پایان به نقل از جفری گولدبرگ در شبکه خبری بلومبرگ نوشت: برای یک مقام ایرانی مصافحه با شیطان بزرگ مسئله کوچکی نیست، اما اوباما با اعمال فشار روحانی را مجبور به این کار می کند. و اما روزنامه بهار به نقل از مصباحی مقدم در همین خصوص، یعنی مصافحه یا همان دست دادن احتمالی روحانی و اوباما، نوشت: تدبیری که از جانب خود رئیس جمهور اتخاذ شد بر این قرار است که قرار ملاقاتی به طور رسمی بین او و رئیس جمهور آمریکا برنامه ریزی نشود. البته همانطور که خود رئیس جمهور اظهار کرد، هر چیزی در دنیای سیاست ممکن است و غیر محتمل نیست که گفتگو یا دیدار ناگهانی و سرپایی بین روحانی و اوباما در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل به وجود آید. مصباحی مقدم تصریح کرد: روحانی شخصیت ورزیده سیاسی است و پیش از اینکه رئیس جمهور باشد یک دیپلمات است و تجربه و مهارت مدیریت دیدار اتفاقی با اوباما را دارد. ستون دیگه چه خبر روزنامه ایران خبری داشت با این مضمون: ماجرای دانشگاه احمدی نژاد گویا تمامی ندارد و حالا مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از ارجاع آن به این کمیسیون و دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر می‌دهد. افضلی فرد گفت: تخلف این پرونده از مصادیق ماده 598 قانون مجازات اسلامی است و به دلیل هزینه کرد اموال در غیر مورد معین، البته مبلغ فوق هرچند به دولت داده شد، اما این موضوع نافی رسیدگی قضایی به این موضوع نیست و کمیسیون باید بررسی دقیقی در این باره انجام دهد. در ستون خبری صفحه میانی شرق نیز مطلبی می‌خواندیم از نشریه نیویورکر آمریکایی در خصوص سردار قاسم سلیمانی. نشریه آمریکایی نیویورکر به ابعاد نقش سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در خاورمیانه پرداخت. یک افسر سابق CIA در این رابطه به نیویورکر گفت که سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه امروز است. با این حال کمتر کسی چیزی درباره او شنیده است. یک مقام عراقی نیز سردار سلیمانی را فردی زیرک و استراتژیستی باهوش توصیف می‌کند. رئیس سابق موساد نیز در وصف سردار سلیمانی گفته است: او تقریبا با همه بخش‌های حکومت ارتباط دارد. من او را از لحاظ سیاسی باهوش توصیف می‌کنم. تا درودی دوباره و شامگاه دیگر در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.